عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی دیروز به ولایت پنجشیر سفر کرد، در حالی که از سوی شخصیت های جهادی و بزرگان آن ولایت امراهی می شد، به آرامگاه قهرمان ملی کشور رفته و بر روح مبارک آن قامت استوار هندوکش اطاف دعا کرد. والی بلخ ضمن دیدار با شخصیت ها و متنفذین پنجشیر در مورد حل چالش های موجود در کشور به ویژه چالش های مهم امنیتی گفتگو کرد. بلال نوری گزارش می دهد. عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی به آرامگاه قهرمان ملی رفته و با موجی از استقبال مردم ولایت پنجشیر روبرو شد. والی بلخ در حالی که از سوی شخصیت‌های متنفذ آن ولایت و برخی از بزرگان همراهی می‌شد، به آرامگاه قهرمان ملی کشور رفته و بر روح مبارک آن قامت استوار هندوکش دعا خواند. آقای نور در دیدار با بزرگان و مردم پنجشیر از دژ تسخیر ناپذیر و خاطرات دوران جهاد مقدس و مقاومت ملی یاد کرده، از کارنامه های قهرمان بیبدیل کشور شهید احمد شاه مسعود یاد کرده افزود: پنجشیر سرزمین افتخار آفرین و مهد دلیران و حماسه سازان است. خاطرات این سرزمین و نقش ارزشمند آن در تاریخ کشور هرگز از یادها نمی رود. سپس بر دفترچه خاطرات آرامگاه شهید احمد شاه مسعود خاطره نوشت. رئیس عمومی شورای اجرایی جمعیت اسلامی در این سفر از استقبال گرم مردم قدرشناس و با غرور پنجشیر سپاسگزاری کرده و از خاطراتش با همسنگرانش به ویژه زنده یاد مارشال محمد قسیم فهیم یاد کرده و بر روح شهدای آن خطه درود فرستاد. گفتنی از در این سفر بسم الله محمدی وزیر دفاع پیشین، جنرال دین محمد جرأت فرمانده جهادی، معاون و سرپرست مقام ولایت پنجشیر، رئیس امنیت ملی آن ولایت، شیر بهادر مشاور ارشد رئیس جمهور کشور دکتر حسام الدین، معین پیشین وزارت کار امور اجتماعی، شخصیت های مهم و متنفذین و فرماندهان ارشد والی بلخ را همراهی می کردند.